با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز دوشنبه 19 ماه سنباله سال 1397 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. سقوط ولسوالی خم آب ولایت جوزجان به دست طالبان، با ادامه نبردها در چندین ولایت دیگر کشور. بیشتر از 30 نفر حتی در حدود 40 نفر شهید و زخمی از ارتش بایسم از مسئولین امنیتی از پلیس و پلیس محلی در اونجا داریم. خواست شمار از اعضای مجلس نمایندگان به استعفای رئیس جمهور غنی و بازنگری در پیمان امنیتی با امریکا. آقای غنی باید محترمانه از ریاست جمهوری استعفا بگه. ما باید پیمان امنیتی که با امریکا ما امضا کردیم تجدید نظر شود. تصمیمی که میسر مستقر انتخابات درباره اعلام فهرست نامهای رای دهندگان به گونه تدریجی. کمک پزشکان بریتانیایی و امریکایی از راه دور به پزشکان کشورهای جنگ زده. با ادامه بمباران در شهرهای ادلب و حما و نگرانی سازمان ملل از وضع غیر نظامیان در این شهرها. مشروع خبرها. مقام های محلی از جان باختن بیشتر از 50 تن از نیروهای دولتی در نبردهای اخیر در 4 ولایت کشور خبر می دهند. این نبردها در 24 ساعت گذشته در ولایت های سرپال، کندوز، جوزجان و سمنگان رخ دادند و به گفته مقام ها در این ولایت در این نبردها طالبان نیز تلفات سنگین داشتند. در این حال گزارش ها می رسانند که در این نبردها ولسوالی خم آب ولایت جوزجان نیز به دست طالبان سقوط کرده است. در این حال ارتش آمریکا می گوید که 3 حمله را به ضد طالبان در سرپال انجام دادند که در نتیجه این حملات 12 تن از طالبان کشته شدند. تمیم حمید گزارش می دهد. به گفته اعضای شورای ولایتی کندز، در حدود 30 کشته و زخمی را از جنگ های یک شنبه شب ولسوالی دشترچی این ولایت به شفاخانه مرکزی کندز آوردند. بیشتر از 30 نفر حتی در حدود 40 نفر شهید و زخمی از ارتش بایسم از مسئولین امنیتی از پلیس و پلیس محلی در اونجا داریم. فعلا وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی است و دشمن ساحه کاملا متواری گردید. شماری از سربازان پلیس محلی که در این نبردها در دشترچی زخم برداشتند، دیر رسیدن نیروی کمکی را علت اصلی تلفات سنگین نیروهای دولتی در این ولسوالی می دانند. در حال جنگ موسیقی، زخبالات، تاریت و برای ما آمد. ایو پایرده تاورا نماغت می کتلی داخل ایدز زیبه کنید. ایدز زیبه کنید خواهد کام و تبان کنید کنید شوارد کتلی دیم شاید بسر رخوانه. و دول سبجوز زخمی زخباله درو بچه تما کلنیک تزان رو رسوید. در همین حال از نبردها در ولسوالی صیاد سرپل و نیز بخشهایی از اطراف مرکز این ولایت گزارش های پخش شدند. نبردهایی که به گفته مقام های محلی هم نیروهای دولتی و هم طالبان در آنها تلفات داشتند. 17 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی مستقر در سرپل شهید شده و همچنین 3 تن زخم برداشته. همزمان با این رویدادها طالبان پس از ساعت 4 بامداد دوشنبه بر ولسوالی خماب ولایت جوزجان یورش بردند و ساعت بعد گزارش های از سقوط این ولسوالی به دست این گروه نیز پخش شدند. مقام ولسوالی سقوط کردگی است و مرد امنیت ملی سقوط کردگی است. 8 نفر از نیروهای امنیتی من به شهادت رسیدند، 3 نفر زخمی داریم. نهادهای امنیتی در پایتخت درباره چگونگی این رویدادها تصویر دیگری به دست می دهند. تاسو مونږ ډاډ درکوو چې ستاسو امنیتي ځواکونه په ټول قوت سره دغه پیښې شنډې کړي دي. هلته دښمن درانه تلفات لیدلي دي. به روز یکشنبه از ولایت بغلان نیز خبر رسید که در حمله های طالبان بر چندین روستای بغلان مرکزی 10 پاسگاه نیروهای دولتی به دست طالبان افتادند و نیز نیروهای دولتی تلفاتی داشتند. رئیس شورای ولایتی بغلان میگوید که این حمله ها 3 شبانه روز ادامه داشتند و سرانجام طالبان بخش های رابردی را در بغلان مرکزی به دست آوردند. در این حال حضور نیافتن مسئولان سه نهاد امنیتی امروز به مجلس نمایندگان خشم اعضای مجلس را برانگیخت.
هرچند مجلس نمایندگان وزیران دفاع ملی امور داخله بنیز رئیس امنیت ملی را برای پاسخگویی درباره افزایش نامنی‌ها در کشور به این مجلس فراخوانده بودند، اما آنان حضور نیافتند. نمایندگان شمار از نمایندگان این کار مقام‌های امنیتی را به حرمتی در برابر مجلس و مردم میگویند و میخواهند که آنان از مقام‌هایشان کنار بروند. شمار دیگر از نمایندگان حتی خواهان استعفای رئیس جمهور غنی و نیز بازنگری توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا هستند. عبدالودود سالنگی در این باره گزارش تهیه کرده است. مجلس نمایندگان به روز دوشنبه طارق‌شاه بهرامی وزیر دفاع ملی، ویس احمد برمک وزیر امور داخله و معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی را برای پاسخگویی درباره افزایش ناامنی ها به این مجلس فراخوانده بود، اما آنان به علت آنچه که مشغول بودند در کار روی برنامه تامین امنیت ماه محرم میگویند به مجلس حضور نیافتند. در چهارشنبه که پیشوری داریم اونا را به استضاء یا به استجواب بخواهند. طرح نمایندگان را در راستای ایجاد امنیت ملی و بازبینی استراتژی امنیتی ملی کشور روی دست بگیره و روی طرح کار بکنه. شمار دیگر از اعضای مجلس حتی خواهان استعفای رئیس جمهور غنی و نیز بازنگری توافقنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده هستند. آقای غنی باید محترمانه از ریاست جمهوری استعفا بگه. ما باید پیمان امنیتی که با امریکا ما امضا کردیم تجدید نظر شود. اعضای مجلس فیصله کردند تا درباره سرنوشت وزیران دفاع ملی و امور داخله و نیز رئیس عمومی امنیت ملی در نشست عمومی آینده مجلس تصمیم گرفته شود. ما از طریق کمیته رؤسا روزش مشخص می سازیم که اونا باید بیان به مردم افغانستان در سوالات شما پاسخ خود ارائه بکنند و سرانجام شما تصمیم خود بگیرین. مجلس نمایندگان در حال بر پاسخگویی نهادهای امنیتی در برابر ناامنی ها در کشور تاکید می ورزد که در روزهای اخیر کابل گواه دو حمله انتحاری بوده است و نیز به گفته برخی از مقام ها در ولایت های بغلان، کندوز، سرپل، هرات، سمنگان، فرا و وردک نیروهای دولتی در جنگ با هراس افکنان تلفات داشتند. وزارت امور داخله از برخورد جدی با 200 تن از کسانی که دیروز به اتهام شلیک‌های هوایی و برهم زدن نظم همگانی در پایتخت بازداشت شده‌اند خبر می‌دهد. وزارت امور داخله می‌گوید که 90% جنگ افزارهای به دست آمده از نزد این افراد غیر قانونی هستند. شلیک‌های پیهم از سوی این افراد با انتقاد تند شماره از باشندگان شهر کابل روبرو شدند. این شهروندان کشور می‌گویند که گشت و گذار آزادانه این جوانان مسلح با هراسانیدن مردم با شلیک‌های هوایی از سوی آنان ثابت می‌سازد که نهادهای امنیتی در تامین امنیت شهر کابل ناتوان هستند. پس از آن که صدها تن از جوانان و نوجوانان مسلح در روز یادبود از قهرمان ملی به جاده های کابل برآمدند و در نتیجه شلیک های هوایی آنان 23 تن زخم برداشتند، انتقادها از توانایی های نهادهای امنیتی در تامین امنیت پایتخت بیشتر شده است. همه قدر مرتر، سلام، مهمات، همی چیزا که می آیی از کدام طرف ارگانی بیادر سای که مایت میشه این مرت تیل مرتر این مصارف از یا اتر تلاشی ما میکنه که تا سوزن از جیب ما نمیمانه. حالی من نمیفهم که مرتر پورا مرتر تیل دا تیره میه این مواد میاره این از کجا تیل میشه. مجیب، فرید و محمود سه جوان هستند که در حمله انتحاری روز یکشنبه جان باختند. حمله که کاروان موترهای کسانی را آماج قرار داد که با جنگ افزار و عکس‌های احمد شاه مسعود قهرمان ملی در جاده های کابل گشت و گذار می کردند. اگر مشرف غنی، عبدالله، تمام کابینت، مبلغر، خیانتکار دو بجه بود بیادرکم گوش نشده بود میخواست بره نان بخوره با مجرد که میرسه این انتحار میشه اشرف غنی تو چی جواب میتی؟
اما وزارت امور داخله در پاسخ به انتقادهای شهروندان میگوید که 200 تن به اتهام اخلال نظم پایتخت به روز یکشنبه از سوی نیروهای دولتی بازداشت شدند. امنیتی ځواکونو په 200 تعداد دوی دغه کسان نیولي لسګونو اسلحې سره او 50 موټر هم ورسره نیولي دي چې عدلي او قضایي ارګانو ته په دوسیه محول شوی. هرچند وزارت امور داخله رد می کند که این اشخاص با پادرمیانی کسان از بند دوباره رها شدند، اما این تصویر نشان می دهد که شمار از این افراد دوباره از بند رها شدند. کمیسیون مستقل انتخابات فهرست نامه‌های رای دهندگان را به گونه تدریجی پخش خواهد کرد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تاکنون اطلاعات درباره نزدیک به 7 میلیون رای دهنده در بانک اطلاعات این کمیسیون ثبت شدند. در این حال، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از رسیدن نخستین بسته مواد حساس انتخاباتی به این نهاد خبر می‌دهد. انیسه شهید گزارش می‌دهد. نخستین بسته های مواد انتخاباتی که در بیرون از افغانستان تهیه شدند به کمیسیون مستقل انتخابات رسیدند. این مواد پیش از روز برگزاری انتخابات باید از راه زمین و هوا به 5100 مرکز انتخاباتی فرستاده شوند. دغه مواد شامل دغه رنگ د چې د انتخاباتو په ورځ به دغه څخه استفاده کیږي او د ترینینګ مواد چې دغه نه به د خلکو لپاره چې مونږ یې غوي جذبو او غوي ته ترینینګ ورکو. کمیسیون مستقل انتخابات فهرست نامهای رای دهندگان را باید در 23 ماه میزان اعلام میکرد و این فهرست در مرکزهای رای دهی سراسر کشور نصب میشد. اما اکنون این کمیسیون تصمیم گرفته است تا فهرست نامهای رای دهندگان را به گونه تدریجی اعلام کند. به خاطر از اینکه دیگام از تقویم پس نفتیم این را به ولایت ها تایید کردیم که فرستاده شوه و اوجا به دفاتر ولایتی ما ای را به مراکز روان کنه و نصب شوه بر 3-4 روز که مردم نامای خود پیدا کنه و همچنان کسی اعتراض و شکایت میکرد که اعتراض و شکایت زیر بگیریم تا دوباره این لیست پاک کنیم. از سوی دیگر احزاب سیاسی هنوز هم بر شناسایی بایومتریک رای دهندگان در روز انتخابات تاکید میورزند. ما بر انتخابات پافشاری میکنیم و بر خواسته های مشترک احزاب هم اصرار می‌ورزیم. با این تقلب با کجا میریم؟ اگر رئیس جمهور خواسته باشه 5 سال دیگه می باشه دیگه قبر هم آباد کنده شد. اما کمیسیون مستقل انتخابات این کار را در روز انتخابات ناممکن می داند. نه از طریق کمیسیون میشن یا از کدام مرجع دیگه؟ کمیسیون مستقل انتخابات آمار ثبت نام شوندگان را 9,027,000 میگوید، اما احزاب سیاسی نیمی از این ثبت نام شوندگان را خیالی میدانند. شمار از پزشکان در بریتانیا و امریکا از راه طبابت تلفنی به بیماران و دکتران در کشورهای جنگ زده کمک میکنند. این کار زیر چتر یک سازمان خیریه انجام می شود که از سوی یک دکتر افغان بنیانگذاری شده است. وحید آریان بنیانگذار این سازمان می گوید که از کودکی می خواست به بیماران در سراسر جهان و ویژه در افغانستان کمک کند. یکی از دکتران شفاخانه وزیر محمد اکبر خان در کابل مانند هر روز می رود تا بیماران را معاینه کند. اما او اکنون به منبع دیگر نیز دسترسی دارد. او با یک متخصص در بریتانیا تماس می گیرد. سلام، دکتر نجیب صحبت می کند. دکتر نجیب صدای مرا می شنوی؟ سلام، من دکتر جان کورتیس هستم. ما یک بیمار داریم که یک مرد 22 ساله است. او برای 2 ساعت بیهوش بوده و پس از بهوش آمدن اکنون از درد در سراسر بدنش شکایت دارد. او شاید به سی تی اسکن نیاز داشته باشد، اما من برای چند دقیقه منتظر می باشم تا شما او را بیشتر معاینه کنید. این خدمات از سوی نهاد ارائه می شود که وحید آریان آن را بنا نهاده است. او یک پزشک افغان است که در بریتانیا زندگی می کند. آقای آریان می گوید که 15 سال جنگ را در افغانستان و 3 سال زندگی را در اردوگاه های مهاجران تجربه کرده است. او با مالاریا و توبرکلوز دچار شده بود و همان زمان احساس کرده بود که می خواهد دکتر شود. اما با آمدن به بریتانیا تصمیمش جدی تر شد. می‌خواستم نه تنها در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنم یعنی بریتانیا به مردم کمک کنم، بل می‌خواستم در سراسر جهان بر اندازه مردمی که می‌توانم کمک کنم.
تبابت تلفنی به ویژه در افغانستان بسیار مهم است، زیرا به علت ناامنی کسی نمیتواند به اینجا بیاید. این راه آسان است که با آنان تماس بگیریم و درباره بیماری مشورت کنیم. وحید آریان میگوید که هدف از راه اندازی این سیستم کمک رسانی به بیماران، آموزش دکتران و نیز ستایش از کارهای آنان است. تشکر، ما سیتی اسکن سر و گردن را انجام خواهیم داد. در ستون فقرات او دردی نیست. آسان میکنه کار برای ما، از اینکه بیرون بریم، از اینکه ما به سر و گردن شیم، بهتر از برای ما. نهاد آریان تلهیل میخواهد که خدماتش را به کشورهای آفریقایی مانند یوگاندا و سودان جنوبی هم گسترش دهد. تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را میشنوید. با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز. سازمان ملل از وضع غیر نظامیان در شهر ادلب سوریه نگران است. در همین حال حملات هوایی ارتش سوریه و جنگنده های روسیه بر مواضع مخالفان حکومت بشار الاسد در شهرهای ادلب و حما ادامه دارند. این حملات در آستانه آغاز یک عملیات بزرگ برای پسگیری شهر ادلب از جنگجویان مخالف حکومت بشار الاسد انجام می شوند. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در این حملات نیز خبر می دهد. شهرهای ادلب و حما در سوریه از دیروز به این سو آماج حمله های سنگین هوایی بودند. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن یک نوزاد و یک رسانه ترک از کشته شدن دو غیر نظامی دیگر در این حمله ها خبر می دهند. بر بنیاد گزارش ها یک شفاخانه نیز آماج قرار گرفته است و از کار افتاده است. این حمله ها در حال انجام می شوند که روسیه و ایران نتوانستند ترکیه را به انجام این عملیات راضی بسازند. اردوغان انتظار یک آتش بس موقت را در ادلب دارد تا بیرون شدن شورشیان مورد حمایت این کشور تضمین شود. پوتین با این کار موافق نیست، اما راه گفتگو را با ترکیه باز گذاشته است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز درباره وضع ادلب نگران است. درد و رنج مردم سوریه پایان ناپذیر و وحشتناک بوده است. من تمامی کشورها را فرا می‌خوانم که برای حفاظت از آنان و نیز از بهر دادخواهی در برابر نقض گسترده حقوق بشر که آنان متحمل شدند، هر کار را که نیاز باشد انجام دهند. در همین حال ترکیه نیروهای ارتشش را در شهر هاتای این کشور که با ادلب هم مرز است جابجا کرده است. پیش از این حضور نیروهای ترک در این منطقه با مخالفت‌های سوریه و ایالات متحده روبرو شده بود. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. آگاهان مسائل سیاسی میگویند که مردم سویدن برای تشکیل حکومت آینده این کشور باید هفته ها منتظر بماند. در انتخابات پارلمانی سویدن دو ائتلاف بزرگ بیشتر از 40% آرا را به دست آوردند و حزب دموکراتان که سیاست های ضد مهاجرت دارند نیز 18% کرسی های پارلمان را به دست آورده است. اما روشن نیست که این احزاب چه زمانی برای تشکیل حکومت به توافق خواهند رسید. شرکت آمریکایی اسپیس اکس یک ماهواره خدماتی را به فضا فرستاد. قرار است از این ماهواره برای پخش برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای در بخش‌های از آسیا و اقیانوسیه کار گرفته شود. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می‌شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید.
وضع تحریم‌های اخیر آمریکا بر ایران سبب کاهش واردات کالاهای بازرگانی از راه‌های ایران به افغانستان شده است. اتاق تجارت آسانه می‌گوید که با افزایش نگرانی‌ها از عمل شدن تحریم‌های آمریکا بر ایران، کمتر بازرگانان داخلی و خارجی به واردات کالاها از راه ایران می‌پردازند. آنان می‌گویند که در حال حاضر گذشته از کالاهای ایرانی، کالاهای کشورهای اروپایی و ترکیه نیز از راه‌های ایران وارد افغانستان می‌شوند. حیدر شاه امید گزارش می‌دهد. اتاق تجارت و صنایع میگوید که دو ماه پیش بازرگانان افغان تلاش داشتند که صادرات و وارداتشان را از راه‌های ایران بیشتر سازند، اما با وضع تحریم‌ها بر ایران دیده می‌شود که مشکلات ایران با کشورهای دیگر روزافزون است و این کار روند واردات و صادرات را از راه ایران نیز کاهش داده است. تاجرای ما از این میترسند که اموال از طریق ایران، مثلا از طریق بندر چابهار، اگر مثلا به چین یا به کشورهای اروپایی صادر شود، در سه انتقالات و پول از یک همه که مشکلات وجود دارد که اون موضوع باید روشن شود. در همین حال شمار از آگاهان امور اقتصادی و بانکداری میگویند که در حال حاضر امریکا معاملات پولی و بازرگانی ایران را با جهان زیر نظر دارد و به همین علت بازرگانان از مشکلات احتمالی در این بخش در حراس هستند. تمامی شرکت هایی که از طریق ایران حرکت میکنند در مورد پیگرد قرار میگیرند، در صورتی که چنین کار انجام بدن اونا در حقیقت مورد جریمه قرار میگیرند و شاید در مقابل اینا تحریمات سیاسی دیگه شوه. هیچ کشور و هیچ شرکت دیگه هم علاقمندی ندارن که از طریق ایران بر ایران که دمایه در خلق کنن و در حقیقت مقابل آمریکا خود قرار بدن. در پی وضع تحریم ها بر ایران و نگرانی های بازرگانان کشور، اتاق تجارت و صنایع از حکومت می خواهد که هرچه زودتر زمینه بهره برداری از راه لاجورد را که مناسب ترین راه برای دار و ستد های کشور با ترکیه و اروپا فراهم سازد. از سوی هم تا حدود یک ماه دیگر تحریم های ایالات متحده آمریکا بر ایران به گونه کامل اجرا خواهند شد و این نگرانی های بازرگانان کشور را که از راه ایران واردات و صادرات می کنند افزایش داده است. و این هم نرخ شمار از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 74 افغانی و 40 پول، یک یورو 85 افغانی و 35 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و از روپیه پاکستانی 584 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکند. آقای ملک خوش آمدید. سپاسگزار است. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. تیم ملی زیر 16 سال فوتبال کشور برای انجام اردوگاه به منظور آمادگی برای شرکت در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا راهی قطر شد. ملی پوشان کشور در گروه دی با تیم‌های استرالیا، کره جنوبی و عراق هم گروه است و قرار است نخستین دیدارشان را به روز 22 همین ماه میلادی در برابر عراق انجام دهند. نخستین کارگاه آموزشی والیبال برای مربیان این رشته امروز در کابل به پایان رسید. در این کارگاه آموزشی 5 روزه بشمول 2 مربی از کشور روسیه و آمریکا، 22 مربی از بخش‌های مختلف کشور شرکت نموده است. در این کارگاه آموزشی درجه 3 والیبال برای شرکت کنندگان شیوه‌های جدید مربیگری والیبال از سوی مدرس بین‌المللی کشور محمد یوسف صادق و معاونش آیون از کشور کرواسیا تدریس شدند. جوکوویچ فاتح رقابت‌های تنیس آزاد آمریکا شد. این تنیس باز صربستانی در حال 14 قهرمانیش را در گراند اسلام جشن می‌گرفت که دل پاترو حریف آرژانتینی‌اش با چشمان گریان نظاره‌گر این لحظات بود. ما در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان به جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 11 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.